بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت بینندگان محترم مناجات شعبانیه از برکات ماه مبارک شعبان است که به عنوان یک توفیق ارزشمند به بندگان دلداده ذات مقدس حق در این ماه عنایت شده مناجات از ماده نجواس و نجوا به معنای رازگویی است. معمولا رازگویی بین دو نفر دا با انگیزه های متفاوت انجام می گیرد. گاهی دو نفر با هم سرگوشی و رازگویی دارند به خاطر وجود سری بین آن دو موجود است برای اینکه این سر از نظر دیگری فاش نشود و شخص سومی از آن آگاهی پیدا نکند او را به صورت نجوا و رازگویی با هم مطرح می و گاهی انگیزه رازگویی در مقام ابراز خودمانی بودن و ابراز سمیمیت است مطلب به عنوان سر نیست یه مطلب عادی و یک گفتگوی معمولی است اما برای اظهار سمیمیت و خودمانی بودن اون رو در شکل نجوا و رازگویی انجام می دهند انگیزه سوم گاهی از اوقات رازگویی در مقام معاشقه است بین عاشق و معشوق اون ارتباط خاص قلبی و باطنی بین دو نفر اقتضا می کند با هم خلوت کنند و محرمانه با یکدیگر سخن بگویند در این صورت در نجوا و رازگویی دو عنصر وجود دارد یکی عنصر خلوت و یکی عنصر محرمیت دو نفر کسی که با هم محرمانه ارتباط دارند اینها مطالبشون رو در شکل نجوا ابراز می کنند یا اونجایی که در یک خلوت دو نفری قرار می گیرند برای اینکه از این خلوت و تنهایی در اون برقراری رابطه عشق و معاشقه استفاده کنن قضیه شکل نجوا و رازگویی پیدا می کند مناجات شعبانیه در این سه انگیزه و در این سه خصوصیت می شود گفت با انگیزه سوم بین معشوق و عاشق بین بنده و خدا اجرا می شود انسان دلداده ذات مقدس حق که این دلدادگیش مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است در مقام ایجاد ارتباط سعی می کند در شکل رازگویی این مطلب را انجام بدهد اینجا چون رابطه طرفی نیست او رو نجوا نمیگن او رو مناجات مینامند یعنی یک نجوای از دو طرف اون رابطه عشقی که از طرف عاشق هست با یک جذبه بسیار قوی از طرف معشوق وقتی برخورد کند نجوا دو طرفه می شود و ای رو مناجات میگن لذا میگن مناجات شعبانیه خداوند متعال همه ما رو مشمول غفران و رحمتش در این ماه قرار بدهد